زیر پوست شهر در زمان خودش رد شده بود که توبا بود. در این فاصله دوباره دیگه اگه اشتباه نکنم باز ما یک تلاشی من و فرید کردیم فیلمنامه رو دوباره نویسی بازنویسی کردیم. بیس فیلمنامه مونده بود و جالب بود چون این فیلمنامه هی داشت زمان ازش میگذشت. یه فیلمنامه توی نوشته شده تو کمد نبود، یه خانواده‌ای بود که در طول این 15-16 سالی که این فیلم نامه نوشته شده بود انگار همیشه فکر میکردم همسایه بغلی من، که من اینجوری نگاه میکنم توبا رو میبینم، شوهرشو میبینم، توبا داره پیر میشه، عباس بزرگ شد، نمیدونم عباس قبلا تو این موقعیت بود الان اینجاست، یه زمان جنگ بود این بچه ها رفتن جنگ، بعد جنگ تموم شد یه جور دیگه شدن. خلاصه سال 78 که بازنویسی یعنی فیلم ساخته شد، در واقع فیلم نامه‌ای که بازنویسی شد اجازه ساخت گرفت و زیر پوست شهر داستانی ساخته شد. یک ویژگی که میتونم بگم از فیلم زیر پوست شهر همین بود. خب این فیلم خیلی صحبت شد راجع به اینکه چقدر شخصیت ها قابل باورن، چقدر این رابطه ها خوب در اومده. واقعا این از هیچی میتونم بگم جز این زمانی که بر این گذشت و این مدت که اینا در کنار من زنده بودن، واکنش های اینا اینقدر برای من شناخته شده بود که در یه فیلم پشت صحنه که گرفته شده از تمرینای زیر پوست شهر، من دارم به همون روش معمول خودم برای بازیگرا توضیح بیوگرافیشون رو میدم. وقتی خودم این فیلمو میدیدم از باور خودم نسبت به بیوگرافی اینا حیرت زده شده بودم. یعنی اون چیزایی که به نظرم میومد که بر این خانواده گذشته، چون میگم همه سالا انگار بودن، داشتن همینطوری این مقاطع و این شرایط مختلف تاریخی اجتماعی، خب اینا هم همسایه منه، دارن دایره با اینا میگذره. اون روشی که در حالا القای شخصیت، تمرینا، اتفاقاتی که افتاد، نمیدونم که هرچی ما اینو به باورپذیرتر شدنش نزدیک کنیم، اینا همش برها زیر پوست شهر. اولین تجربه من با محمد رضا فروتنم بود. خب محمد رضا داشت در شروع کارش ناگهان درخشیده بود و یک تصوری از برحال از محمد رضا وجود داشت که نمیخوام بگم اصلا من میخواستم اونو بشکنم، ولی حداقل اون گونه‌ای که محمد رضا در اون فیلمی که بازی کرده بود، فیلم آقای کیمیایی، و خیلی شناخته شده بود، اون شخصیت و اون نوع بازی نبود که من در زیر پوست شهر میخواستم. اراده و تیزهوشی خود محمد رضا کمک کرد به اینکه بیاد و خودشو، که کار اصلا آسونی هم نبود، مطلقا آسون نبود، بیاره و همخوان کنه با مثلا کسی مثل گلاب. و طبیعتاً اون شناخت 100% که گلاب بنابر هم خلاقیتش، هم ارتباط خیلی نزدیکی که ما تو کار با هم دیگه داریم، و از نوع توقع نگاه من به کارکتر داشت، اون سایش همیشه به جا، حتما خیلی کمک کرد که این خانواده از باران و از محمد رضا و از حمیرا ریاضی و ابراهیم شیبانی و
بعد اینا همه بیان و این انتیمیته قابل باور تو خانواده و در کنارشون آقای قاضی مرادی بیان و این باورپذیری این خانواده رو شکل بده. بچه جون تو تیپی شدی ها. چشا قشنگ میبینه. یه لباس عروس از کارگاهتون برای سمیه بیار، ثواب داره. باشه میارم. خب یه چیز دیگه هم برای محبوب اخما بردم که نباید بخنده. نخندی ها. بی برو ببین چیه. اینه. نشون میدی چی میخوای. یادم میاد یه سکانس در زیر پوست شهر داشتم، تو فیلمنامه‌ام بود، بعد تو مونتاژ منصرف شدم. ولی تجربه جالبی بود. توی چند وقت پیش تو پشت صحنه‌ای که شالیز عارف پور ساخته بود این صحنه رو دیدم که در یک صحنه دو تا برادر که محمد رضا فروتن و ابراهیم شیبانی، عباس و علی پشت موتور هستن و با هم الانم در فیلم وجود داره. سکانس شروعیش از چون فیلم در واقع مبتنی بر یک زمان تاریخی هم بود، انتخابات دور دوم مجلس ششم هم بود، در واقع شروع سکانس از موتور اینا که از در واقع راهپیمایی بزرگ 22 بهمن اون موقع برمیگشتن و ما اینو واقعا این صحنه رو در 22 بهمن و در راهپیمایی عظیم گرفتیم که بعد قرار بود بیان و دیالوگاشون در یه خیابون خلوت دام پیدا کنه. بعداً درآوردم این صحنه رو، یعنی تو فیلم دیدم خیلی جا نمیافته و جالب بود وقتی پشت صحنه رو میدیدم. آره روزای عجیب اون روزایی بود که من اون پادرد قدیمی، یعنی تخریبی که زانوم داشت به اوجش رسیده بود و از اون صحنه دیگه از رو ویلچر رو دیگه بخشای مهمی از زیر پوستش رو ویلچر گذاشته. توبا خانم اگه جلوشو نمیگرفتی الان وضعمون این نبود. سلام عباس جون، خسته نباشی داداش. سرتو برگردون ببینم. گفتم ببینم. همینجا با بچت میمونی تا من تکلیف این مردکر روشن کنم. حالیت شد؟ دور خدا داداش، دور خدا کارها رو خرابتر نکن. اون بدبختم کمرش زیر بارق قرص شکسته. به خدا غلط میکنه دق و دلشو سر تو خالی کنه. خدا منو بکشه، هم خفتم برو بکشم. یک ایده از طرف سازمان عمران کیش، درست میگم؟ یا مناطق آزاد کیش، بله. یک پیشنهادی شده بود که این بخشش برام خیلی جذاب بود یا شاید برای بقیه هم. پیشنهاد این بود که یک فیلم چند قسمتی، شش قسمت، شش تا فیلم ساز قراره بسازن که آقای بیزایی بود، تقوایی، مخمل باف، ابوالفضل جلیلی، مهرجویی و هر کس فیلم خودشو بسازه، هیچ کس کاری نداشته باشه، از زاویه دید خودش کیشو. این یک رویکرد تبلیغاتی فرهنگی بود. یعنی اگر می اومدن می گفتن بیاین راجع به کیش اینجوری اینجوری بسازین، شاید هیچ کدوم از ما نمی رفتیم. ولی وقتی گفتن که فقط لوکیشنتون کیش، هر چی دوست داریم بسازین، هر کسی هم فیلم خودش رو ساخت و واقعا هم مثلا فیلم ها تا ساخته شد فیلم های همدیگر هم ندیده بودیم حتی. بعد یک چنین سرنوشتی داشت، قصه های دو یعنی در واقع چون تایم فیلم ها زیاد شد به جای یه فیلم شد دو فیلم، یعنی فیلم سازا دو تا ستایی فیلم هاشون نشون داده شد. این ماجرای این فیلم بقید 200 سال سه در شانست بزنه توش مرواریده، نبودم نبود تو دلش رو بود
صبح قصر رفتم سید کردم. بازن هنوز خیسه. نگاه. صبح که تو کشتی بودی؟ پیش از که ببینمه. خورشید نزده. یه دونه میخوام. ضرر نمیکنه. نبودم نبود. تو دلشو بخور. اگه همش پوچ پوچ چی؟ در واقع این پیشنهادم پیشنهاد باز جالبی بود، در نوع خودش برای من عجیب بود. وقتی که خب با حبیب احمدزاده آشنایی داشتم، حبیب احمدزاده یکی از شخصیت‌های بسیار مورد احترام و اعتماد منه، کسیه که وقتی راجع به روایتی مربوط به جنگ دوچار شک باشم کافیه حبیب احمدزاده تایید کنه، چون آدمیه که با تمام اعتقاد و باورش به جهانبینیش، به مملکتش، واقعا با یک نگاه صلح‌جویانه غریبی از خودش صلح میپراکنه. خب با حبیب احمدزاده صحبتهایی داشتیم راجع به کتاباش و نوشته‌هاش و همه اینا. تخصصش چیه؟ یعنی کارش چیه؟ آقای احمدزاده از ایشون استاد دانشگاه است، استاد در واقع کتابای مختلفی نوشته و سالهای سال در جبهه بیوقفه بوده، فیلمنامه نویسه و میشه گفت نمیتونم، یه جوری داداش عمه است واقعا، از مهربانی، از خیلی کارای مهم کرده حبیب احمدزاده، خیلی قابل احترام، خیلی از یعنی همس و خیلی از بچه‌هایی که واقعا دوستش داریم. کاری ندارم. از طریق ایشون به من پیشنهاد شد که آقای سعید سعدی یک فیلمی راجع به جنگ میخوان بسازن، تهیه کنن ایشون، که سه قسمت، سه تا قصه، سه اپیزود، فقط موضوعش هم جنگ، مرتبط هم با هم دیگه نیست، سه فیلم بسازیم. من، حسن برزیده و آقای شیخ دادی. خب اولین سوال من از آقای سعید سعدی این بود که چرا من، چرا این انتخاب؟ البته مطمئنم حبیب احمدزاده چون دغدغه‌های منو میشناخت حتما پیشنهاد کرده بود. ایشون گفتن که به هر حال من میخوام نگاه های متفاوت باشه به جنگ از زوایای مختلف برید. و گفتم پس من نه قرارداد میبندم نه هیچ، اجازه بدیم من برم تحقیقام بکنم، اگه به فیلم نامه رسیدم چشم میام این کار میکنم. که رفتم و به هر حال یه دوره طولانی تحقیق و بعد فیلم نامه که به اسم ننه گیلانه بود نوشته شد، یکی از سه فیلمی که در واقع اسم اون فیلم کلی به نظرم روایت سگانه به اسم اون سال اکران شد به فیلم به اسم روایت سگانه که سه فیلم ما در اون فیلم. بعد از مدتی برای اکران یه جوری در واقع صحبت و گفتگو و اینا تصمیم گرفته شد، نمیدونم که یه جور فیلم ها رو جدا کنن از هم، یه اتفاقی بیفته که جدا بشه از هم، یه همچی چیزی. حالا دقیقا اون جزئیات واقعا حافظم چون خوب نیست نمیخوام بگم. من فکر کردم اگه فیلم، خب این فیلم برای من ارزش و اهمیت و زحمتش رو با یک تهیه کننده بی نظیری که واقعا واقعا سعید سعدی برای من که اولین فیلمم بود یه نعمت بود و نمیدونم هر کسی رم که من پیشنهاد کردم و با ایشون کار کرد به عنوان تهیه کننده همیشه جزو بهترین تجربه هاشون بود. گیلانه رو با خیال راحت ما یعنی بدون هیچ دغدغه‌ای ساختیم. بعد که من فکرم خب این اگه از هم جدا بشه خب یه فیلم کوتاه من چقدر اینو میتونم جایی نشون بدم و حیفم میومد. اومدم با آقای سعدی صحبت کردم، گفتم آقای سعدی اجازه میدین اگر من به یک راه حلی برسم که بتونم این فیلمو در واقع شما یک
فیلم کامل بتونین داشته باشین میتونم برم فکر کنم روش، چون دلم نمیخواد این به عنوان فیلم کوتاه همجور جدا بمونه و دیده نشه. ایشون گفتن بله شما برید هر تصمیمی هم بگیری. به خلاصه ما اومدیم، خیلی واقعا انرژی ازمون برده شد که ما دیدیم اولا انقدر اون بخشی که الان در فیلمم وجود داره، ما به هیچ چیز این که قرار نیست دست بزنیم. اصلا خب به هر حال کاری بود که با یک حساب و کتاب و دقت طبیعی بود ساخته شده بود. ما قرار نبود بیایم اینو پاره پاره کنیم یه بخشی تو اینجا بدیم. بعد فکرای مختلف، ایده های مختلف، تا در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ما اصلا بیایم اون مقطعی که اسماعیل به جبهه میره به جنگ، ما اصلا از اونجا یک مقطع رو نشون بدیم و بعد بیایم این بخشی که ساختیم و همینجور با یه فاصله یه چند سال. خب به این ترتیب دیگه ننه گیلانه نبود، یعنی اسمش شد گیلانه و فیلم اکرام نشده بود. میگفتم شاید دنبال کاری چیزی قرار تو گویی به من بگو. خب با سلامتی تندرستی اسماعیل آقا. زنده بمانی. رفتی امار دستنها گذاشتی، برگشتم به بالا رسنده باشی. ایشالله ایشالله.